درود میگم به بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه و برنامه آوای ملت ایران. من بهرام آبار هستم که امروز در خدمت دوستی به نام جناب آقای ناصر کرمی صحبتی خواهیم داشت، صحبتی برای شما خواهیم داشت. و ایشون یکی از کسانی هستند که سالهاست در راه آزادی ایران فعالیت میکنند، کنشگر سیاسی هستند و نوشته‌های بسیاری دارند در اینترنت و ما سعی میکنیم که در رابطه با آلترناتیو یا یک جانشین سیاسی برای ایران، برای ملت ایران و برای جایگزینی حکومت اسلامی امروز با هم صحبتی داشته باشیم، صحبت نسبتا کوتاهی. از جناب کرمی خواهش میکنم که خودشون رو معرفی کنند. متشکرم جناب دکتر آباد، درود بر شما جناب دکتر، درود می‌رسد به بینندگان و شنوندگان تلویزیون اندیشه. عرض کنم همونجوری که شما فرمودید، مسئله ایران، مسئله کشورمون ایران در دغدغه همه ایرانیان هست و من هم یکی از این افراد در کنار دوستان، در کنار همیهنان بوده و خواهم بود. متشکرم. سپاس از شما جناب کرمی. عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیزمون که بزرگترین دغدغه ما این مشکلاتی است که در ایران وجود داره و ما همه این رو قبول داریم که برکناری این جمهوری اسلامی اشغالگر ایران، برپایی حکومتی مبتنی بر رأی مردم، استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، ایجاد و اجرای عدالت اجتماعی، حفظ ارزش‌ها و شأن و مقام انسانی، تأمین حقوق همه جانبه زنان، ایجاد محیط مناسب برای رشد کودکان و جوانان، مبارزه با بیکاری، مبارزه با فساد و تباهی ولایت فقیه آرمان ماست. اما بعد از نزدیک به 4 دهه، یعنی 40 سال، هنوز یک آرزوست. مسئله پر اهمیتی که اپوزیسیون دموکراسی و آزادی خواه و برانداز برونمرز ایران باید به اون اولویت بده، شکلگیری یک جانشین سیاسی یا یک جایگزین سیاسی در مقابل با رژیم اسلامی اشغالگر ایران. من از جناب کرمی سوال میکنم که نظراتشون رو در رابطه با این مطلب ابراز کنم. بفرمایید جناب کرمی. با شکر جناب دکتر آبار، از شبد که بحث امروز ما همونطوری که شما فرمودید نیاز و نقش جایگزین آلترناتیو در برابر جمهوری اسلامی است. عرض کنم که موضوع و موجودیت و یک آلترناتیو نه اینکه نیاز کشور امروز ماست، بلکه یکی از ضرورت‌های حیاتی و تاریخی است. نقش یک اپوزیسیون یا آلترناتیو در دموکراسی‌های تئوری‌های دموکراسی و در عصر مدرنیته و دوران عصر روشنگری یکی از پایه‌های مهم مسائل حقوق بشر و تئوری دموکراسی بوده و خواهد بود. اما اون چیزی که با آلترناتیو ما رو به اصطلاح روبروی هم قرار میده در مقابل آلترناتیو، وجود یک اپوزیسیون هست. اصولا خود آلترناتیو حق انتخاب حداقل بین 2 تا امکان یا بین 2 تا گزینه، یا اینکه در مقابل شرایط، شاخصهای در دسترس امروزی، شرایطی دیگر، گفتمانی دیگر، قانونمندی دیگر و یا یک سیستم دیگری رو در پیش ما میذاره که به اصطلاح انتخاب بود. در متون سیاسی این آلترناتیو چیزی نیست جز اپوزیسیون. بنابراین اجازه فرمایید دکتر آبار، بنا به ادبیات تاریخی آلمان ما کوتاه نظری داشته باشیم در مورد اصلا اپوزیسیون چی هست. ببینید اپوزیسیون به اون گروه و دست از نمایندگانی میگن که از طرف گزینشگران انتخاب شدن و در مجلس و در پارلمان وجود دارن. بنابراین وقتی ما از آلترناتیو یا اپوزیسیون صحبت میکنیم، از یک توری دموکراسی پارلمانتاریسم صحبت میکنیم که این اپوزیسیون به هر حال در دستگاه وجود داره و در مقابل حکومت وقت یا در کابینه وقت کار اون رو قرار گرفته و کار اون رو کنترل میکنه. اصولا ما در توری های دموکراسی چندین نوع از اپوزیسیون داریم. یکی همین که
به قول به زبان آلمانی پارلمانتاریش اپوزیسیون هست، یعنی اپوزیسیونی که در ساختار وجود داره و در پارلمان حضور داره. خب این پارلمان، این اپوزیسیونی که در پارلمان حضور داره، امکان داره که در کابینه دولت باشه یا نباشه. اگر باشه خب به هر حال اشارت دیگه ای است، اگر نباشه که نقش اپوزیسیون رو بازی میکنه. اپوزیسیون فرم دیگه از اپوزیسیون اوس پارلمانتاریش اپوزیسیون است، یعنی اپوزیسیون خارج از پارلمان، خارج از ساختار. حالا به چه دلیلی در پارلمان وجود نداره؟ احتمالش این هست که شاید 5% رای رو نیاورده که در اون پارلمان شرکت بکنه، یا یعنی اینکه دیدگاه و نظریاتی داره که در سیستم فعلی برآورده نخواهد شد. نوع دیگری از اپوزیسیون که داریم جناب دکتر آبار، اپوزیسیون فوندامنتال هست. یعنی فوندامنتال دیگه از نامش معلومه که این نوع اپوزیسیون از اساس و با از پایه با ساختار و روند حکومت و حتی در مقابل قانون اساسی، قانون اساسی رو هم نمیپذیره و در مقابل کل دستگاه موضع‌گیر خاصی داره. اصلا موضوع دیگری که هم هست، یه اپوزیسیون دیگه هم هست، بهش میگیم کمپتیتیو اپوزیسیون یا اپوزیسیون جانشین هست. از این فهمه که ما اپوزیسیون رو بگیم که بعداً میخوام خدمتتون عرض کنم که ما ایرانی ها چرا از اپوزیسیون صحبت میکنی وقتی در لندن نشسته چجوری میتونه خودش اپوزیسیون بدون بنامه و بگیم که من اصلاح طرف هستم. نوع اپوزیسیونی که تو وجود داره کوپراتیو اپوزیسیون است، یعنی یک اپوزیسیون است که در ساختار در حکومت وجود داره و در دستگاه با کابینه با حکومت کوپریشن کرده، یعنی با هم همکاری میکنن. این اپوزیسیون مجبوره که یه سری از خواستهای خودش را زیر پا بذاره و کنسنسی و یا مخرج مشترکی از دیدگاه های خودش و برنامه سیاسی خودش را در دولت ببینه. برحال بعد نوع دیگه و فرم دیگه که از اپوزیسیون هست نیش فرم هست، یعنی یک اپوزیسیون ترکیبی است که هم از به اصطلاح فرم اول هست، کمپتیتیو اپوزیسیون هست و کوپراتیو اپوزیسیون هست و نوع ترکیبی است که هم در دستگاه وجود داره، هم با کابینه همکاری میکنه و از طرف دیگه رفتار و کردار و سیاست های درونی و خارجی و بین الانترنسیونال حکومت را زیر سوال میبره. به هر حال میخوام اینو بگم که ما انواع و اقسام اپوزیسیون داریم که ما به هر حال اینو باید مشخص کنیم. جناب دکتر آبار، ما کدوم یک از این اپوزیسیون هستیم؟ حالا برمیگردیم به ساختار نظام جمهوری اسلامی که شما فرمودی که چه ساختاری هست. یک ساختار توکراتی ایلگارشی هست. توکراتی به این معنی که بر اساس مذهب هست. حکومت های امروزی، حکومت ها و توری های دموکراسی امروزی معمولا بر اصل قوانین زمینی بر رسونال و خردگرایی هست، ولی خب حکومت جمهوری اسلامی ساختارش یک ساختار آسمانی به اصطلاح دینی و مذهبی است و متافیزیک است که ربطی به دوران به اصطلاح قرون وسطا داره. ما نمیتونیم اصلا در به طور کلی همونطوری که در 4 دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی با بنا به ساختار، بنا به قانون اساسی که داره، ما اپوزیسیونی در نظام جمهوری اسلامی نداریم و نمیتونه یک اپوزیسیون به معنای واقعی برابر با متون تئوری دموکراسی شکل بگیره، چرا که همون شورای نگهبان، مجلس خبرگان و بسیار مسائل دیگر مردم نمیتونن نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن. شما توجه بفرمایید در شورای شهر یزد یک نفر زردشتی بوده، اون حتی اجازه ندادن که در شورای شهر شرکت بکنه. حالا شما اجازه بفرمایید که ما چجوری میتونیم بگیم که در ساختار نظام جمهوری اسلامی یک اپوزیسیون میتونه شکل بگیره؟ بنابراین نظام جمهوری اسلامی اپوزیسیونی نداره، یعنی اجازه کسی رو نمیده که در به شکل دموکراسی از طرف نمایندگان مردم انتخاب بشن و در مجلس برن و به حقوق مردم، به فاکتورهایی که شما بهشون اشاره کردید، فاکتورهای مفیدی که هر حزب سیاسی و هر حکومتی که در شرایط قرن 21 هستش باید اونا توجهی بفرمایه، اونا را پیش ببره. بنابراین ما اپوزیسیونی که در ساختار سیاسی نظام ایرانیان وجود داره همون اپوزیسیون فوندامنتال هست، یعنی ما اینو نمیخوایم بگیم که اجباری ما باید فوندامنتال باشیم، بلکه نظام جمهوری اسلامی این کار کرده، یعنی به کسی راه نمیده که در این دستگاه بیاد تو. بنابراین ما فوندامنتال هستیم، یا یعنی اینکه اپوزیسیون کمپتیتیو اپوزیسیون هستیم، یعنی اپوزیسیون جانشین. و
بنابراین همونطوری که شما فرمودین، اپوزیسیونی ما میتونیم در اینجا معنی بکنیم که در مقابل نظام توسعه باید وایسه، که خارج از ساختار هست و فوندامنتال هست و قانون اساسی و تمام ساختار و حقوق و سیاست‌های درونی و بین‌المللی اینترنشنال جمهوری اسلامی رو قبول نداره و خودش رو برای جایگزینی در این نظام آماده میکنه. حالا این من موافقم با این نظام شما. البته من میخواستم خدمتتون عرض کنم که در ایران مردم اونطور که میگویند 99% با این نظام مخالفند، مجبورند که با نظام تا حدودی مماشات کنند که مشکلات بیشتری نداشته باشند. اما در خارج از ایران ما حدود شاید 4 یا 5 میلیون ایرانی دادیم که از ایران گذشتن، فرار کردن، آمدن، و در بین این 4-5 میلیون حداقل 200-300 هزار نفر هستند که کار فعالانه بر علیه حکومت اسلامی کار میکنن. همه مخالف هستند، البته به استثنای اون کسانی که حکومت اسلامی خودش میفرسته، اون نفوذی ها، که اونا تعدادشون شاید مثلا 30-40-50-100 هزار نفر باشه، ولی اکثریت که آمدن اینها مخالف حکومت بودن که آمدن، و اینها از بین اینها صدها هزار نفر هستن که کار فعالانه میکنن، اما متاسفانه پراکنده. یعنی ما به قول شما، یا منم قبول دارم، اپوزیسیون، واقعا اپوزیسیون جانشین نداریم، نتونستیم تا به حال ترتیب بدیم. این اپوزیسیون جانشین باید پیوسته باشه، به هم بسته باشه، هم قدم بشه، همگام باشه و دارای یک تشکیلات معینی که این تشکیلات بتونه ارگانیزه کنه، بتونه برنامه بده، بتونه حتی به ایران برنامه بده، حتی به ایران راهنمایی بکنه که چه باید بکنن. اما این دو تا به حال در از این 40 سال به وجود نیومده. البته هستن گروهایی که خودشون اپوزیشن میدونن و میگن ما اپوزیشن هستیم، اسم نمیخوام ببرم، شما بهتر میدونید، دوستان دیگر هم این رو کاملا میدونن. اینها همه در حقیقت به جمهوری اسلامی کمک میکنن، یعنی تشدد در بین مخالفین جمهوری اسلامی ایجاد میکنن. این باید برطرف بشه، باید برکنار بشه، یا باید اینها به هم بپیوندن، کنار هم دیگه بایستن، یا با هم دیگه اعتراف بکنن، یا اینکه نمایندگی بفرستن که از بین این نمایندگان یک جانشینی تعیین بشه. نظر شما در این باره چی هست؟ خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، مسئله آلترناتیو در شرایط فعلی، بخصوص که الان در خاورمیانه که شما شاهد هستید، در عراق، در ترکیه، در کلن در آسیای میانه، در آسیای کوچک، در خاورمیانه و در جهان هم که شما بهشون اشاره کردید، کلن جهان امروز دچار بحران است. الان ایران، کشور ما ایران، بیشتر از هر زمان، بحث فقط مخالفت با نظام جمهوری اسلامی نیست، بحث واقعا شرایط فعلی ایران، ژئوپلیتیک ایران در شرایط فعلی هست که باید یک نیروی جایگزینی باشه برای نظام جمهوری اسلامی، چون نظام جمهوری اسلامی ناتوان هست که بتونه در عرض 40 سال این کارو نشون داد که این شایستگی و این توان را نداره، فضای باز سیاسی رو نمی‌کنه که افرادی که ایرانی هستن و واقعا در باره ایران دوستی و مهن دوستی اونها هیچ گونه شکی نیست، در سرنوشت کشورشون، در آینده کشورشون کوچکترین نقشی داشته باشن. این هستش که این جایگزین واجب، حیاتی و ضروری و تاریخی است. متاسفانه اپوزیسیون ایرانی بنا به شرایطی که شما بهتر از من میدونید، نواقصی که دارن، نارسایی که دارن، آسیب پذیرایی که دارن، تا کنون نتونستن که این اتحاد رو به وجود بیارن. من امیدوارم اولین شرطی که جناب دکتر آبار این هست که ما بگیم اپوزیسیون هست، اول بگیم که ما اپوزیسیون فوندامنتال هستیم. این هستش که یه عده از دوستان مثلا از ایرانی ها در لندن، در واشنگتن یا در جای در اروپا نشستن میگن من اپوزیسیون هستم و اصلاح طلب هستم. سوال من این است که آقا شما در این مجلس حضور ندارید، قدرت تغییر تحول هم ندارید، چون رفرمیست یک مسئله اصل مدرنیته است، دستاورد اصل مدرنیته است و در اصل لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی است. وقتی در کشور دموکراسی نیست، شما این رفرماسیون رو میخواید کجا به پیش ببرید؟ این نیرو و توان شما در کجا است؟ در پارلمان هست؟ در شبکه جمهوریت هست؟ اینا که هیچ کدوم هیچ اختیاری ندارن. بنابراین اولین شرط جناب دکتر آبار این است که اپوزیسیون اول خودش تعریف کنه که یک اپوزیسیون فوندامنتال است، و در ضمن یک ارتباطی بین اپوزیسیون به اصطلاح اقوام ایرانی و اپوزیسیونی که از نظر جهان بینی مخالف هست، اینا باید که یک ائتلافی به وجود بیاد بین اینا، که متاسفانه این یه شکافی بین ما انداخته که
دیدگاه قومگرایی و حقوق قومگرایی رو با دیدگاه دموکراسی و کل کشور از هم جدا میکنه، در صورتی که یکی هستن هر دو تا اینا. اینها واجب هست و اپوزیسیون جایگزین هم وظیفه بسیار بزرگی داره. من در این زمینه امیدوار هستم که ایرانی ها به هر حال به این نتیجه رسیدن که راهی نیست جز اینکه ما همه زیر یک سقف جمع بشیم، یک مخرج مشترک از دیدگاه‌های مختلف، یک کنسنس از همه دیدگاه و خواسته ها رو کنار هم بذاریم و در کنار هم بشینیم و بتونیم یک آلترناتیوی رو به وجود بیاریم که به جهان غرب، به جهان دموکراتی بگیم که نه، ایران تنهایی نیست، ایران در حال یک آلترناتیو داره، یک ملتی هست، سلجو هست در خاورمیانه، در جهان، و نمایندگی این ملت رو نظامی که 40 سال در ایران است نمی کنه و نخواهد کرد، اون نماینده ملت و به اصطلاح ملت ایران در عرصه درونی و در عرصه بین المللی نیست. البته کاملا صحیح هست و من معتقدم که ملت اپوزیسیون یا مخالفینی که در برومر هستن همه افراد شریف، همه افراد بسیار فعال، بسیار ایران پرستن. اما ما یه مشکلی که داریم این است که منم گفتن ما کار رو خراب میکنه و به نظر من در ذهن ما اندیشه برتری خواهی و عقل کل بودن باید دگرگون بشه. باید بدونیم که بنده عقل کل نیستم، من در حقیقت برتری ندارم بر شما و بر دیگران، ما همه با هم میتونیم کنار هم بیستیم، از هم بیاموسیم و به هم دیگه نشون بدیم که چه باید کرد، یا از اون خرد جمعی استفاده بکنیم. همکاری در عمل مهمترین کاریست که باید انجام بدیم، ولی اینا رو من نمیبینم، نمیبینیم و این باعث شده است که در حقیقت پراکندگی بیشتر بشه. ما با توجه به گذشته دراز مدت همکاری اپوزیسیون نتیجه کار ما خیلی خیلی ناچیزه، خیلی کمه، خیلی بی‌ارزشه. یعنی در از این 40 سال نتونستیم کار به مثبتی به اون صورت انجام بدیم، بیشتر در جا زدن بوده و دور خود چرخیدن بوده. البته ما تونستیم یه مقداری اخبار رو به ایران برسونیم، آگاهی بدیم، ولی این کافی نیست. اونجا در ایران اینا منتظرن، در انتظار این هستن که اپوزیسیونی در خارج از ایران، اپوزیسیون جانشینی در خارج از ایران تشکیل بشه و بتونه جلوی کشورهای مختلف بیسته و نگذاره که حقوق ایران پایمال بشه، نگذاره که جمهوری اسلامی همه چیز رو در حقیقت به حراج بگذاره. الان ما میبینیم که نفت رو اینها میفروشند به اروپا به مقدار بسیار زیاد، اونجا که میتونند، پولی هم نصیب ایران نمیشه، ملت ایران نمیشه، بلکه جمهوری اسلامی در مقابلش اجناس بنجل رو از اروپا میخره میبره ایران به قیمت‌های بالا به مردم میفروشه، در صورتی که 50% ملت ایران زیر خط فقرند و شاید 90% ملت ایران مشکلات معیشتی دارند از هر نظر. بنابراین یک طیف بسیار کوچکی این اجناس رو میخرند، حالا اهم از اتومبیل‌های گران قیمت، وسایل تزئینی گران قیمت و مبلمان و غیر و ذالک، چیزهایی که برای ملت ایران ارزش بی ارزشه و کاری هم انجام نمیشه، کار ایجاد نمیشه، مردم بیکار هستند، جوانان ما، تحصیل کرده های ما بیکار هستند. اینها واقعا فاجعه بزرگی است در ایران. حالا بگذاریم از اینکه در به سر آب در ایران چه اومده و هوای ایران، هوای شهرهای بزرگ ما در چه وضعیتیه و چگونه مردم رو در فشار گذاشتن، در هر حال به هر صورت من معتقد هستم که ما که در خارج هستیم، در آزادی، در رفاه زندگی میکنیم، مشکلی به اون صورت نداریم، باید بیشتر از این باشیم، باید دنبال انتخاب یک جانشین سیاسی باشیم، انتخاب جانشینی که در ایران هم، در بین ملت ایران هم مورد اعتبار باشه، مورد قبول باشه، بپسیدن و بتونه به اونها هم راهنمایی بکنه چه باید کرد. ما میدونیم که برکناری حکومت اسلامی فقط و فقط با مردم ایران خواهد بود. مردم ایران میتونن به این حکومت بگن باید بری. وقتی که اینها به خیابان بیان، میلیون میلیون وقتی آمدن و گفتن ما تو رو نمیخوایم، باید بری، اون باید بره، اون نمیتونه کاری دیگری انجام بده. البته امکان داره که این مقدار یه تعدادی هم در این میان مصدوم بشن یا کشته بشن. خب به هر صورت یک همچین حرکتی در حقیقت کاری یه مقدار هم هزینه داره، باید پرداخته بشه. اما فقط و فقط در با این وسیله است که میتونه این حکومت بره، این حکومت آخوندی، این حکومت ایران رو اشغال کرده و مردم ایران رو به اسارت گرفته، بره و بتونه ملت
ایران باز هم برسه به یک حکومت مردمی و بتونه خودش انتخاب کنه کسانی رو که برن براش خدمتگذاری کنن، نه اینکه کسانی که برن اونجا و مردم برای اونها خدمتگذاری بکنن. ببینید نظر شما رو در این مورد می‌خواستم بپرسم. متشکرم. عرض کنم که من به خاطر اینکه وظایف اپوزیسیون رو در شرایط فعلی مشخص بکنم، مجبورم به 4 مدل از دولت و گذار رو مطرح بکنم. یعنی اون چیزی که واقعا اپوزیسیون خارج از کشور میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه برای این 4 مدل تاثیر بذاره. یکی این که تشکیل دولت و گذار از طرف حکومته، یعنی حکومت فعلی. مثلا در ایران حکومت خودش، مثلا دوران آقای خاتمی یا روحانی که میگن اینها به اصلاح طلب هستن، خود دولت آماده بشه، خود دولت این رفراندوم بذاره، آماده بشه که بله ما نمیتونیم، کشور در حال در شرایط بحرانی هست در خاورمیانه، در جهان نمیتونیم جوابگوی این همه مسائل درونی و بین المللی باشیم، و ایرانیای دیگه که میتونن و شرایطی اینا دارن که به کشور را نجات بدن، بیان اینجا این کار را انجام بدن. یعنی دولت خودش باید این رفراندوم را بذاره و مردم به اصطلاح دوران گذار را مطرح بکنن و مجلس مؤسسه تشکیل بشه و به هر حال سرنوشت کشور را مشخص بکنن. بحث دیگری هست تشکیل دولت گذار از مشارکت حکومت و اپوزیسیون است. اینجا هست که در جناب دکتر آبار اپوزیسیون مطرح است، هم در فاز اول یعنی حکومت، هم در فاز دوم مخصوصا که حکومت فعلی، یعنی مثلا میگم آقای روحانی با اپوزیسیون خارجی از کشوری که وجود داره، اپوزیسیون واقعی نظام جمهوری اسلامی، سر یک میز بشینن بگن آقای دوران گذار را شما نمیتونید، به هر حال شما بفرمایید. این کار صورت گرفت در دوران آفریقای جنوبی و ماندالا این کار عملی شد. دوران گذار دیگر جناب دکتر آبار این است که کشورهای خارجی بیان برای ما یه نسخه بنویسن، یه حکومتی رو بذارن اونجا و این کارا رو بکنن که در دوران جنگ بعد از جنگ جهانی اول ساکس پیکو ما داشتیم، تپو قرار داده، کشورهایی که در خاورمیانه تشکیل از جمله عراق و شبه نشینای خلیج فارس اینا رو مطرح کردن، یاد مسئله مارشال پلان هست که بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای مختلفی رو تقسیم کردن، بعد از اینها رو حکومت‌هایی رو در اونجا سوار کردن. اما بحث آخرین هست که جناب دکتر آبار که ما الان برمیگردیم به وظیفه اصلی خودمون، این هستش که دوران گذار بر اثر یک انقلاب بدون خشونت یا همون حکومت‌های چیز انقلابات مخملی که اسمش می‌ذاریم آرام، این انقلاب صورت بگیره، از ائتلاف سندیگاه‌های کارگری، مالباختگان، خانم‌ها، حقوق خانم‌ها، آموزش پرورش، طبقات مختلف ایران که بیرزن به خیابون بگن آقا ما همون شعارهایی که هم میدن، اینا با هم یک ائتلافی داشته باشن، یک جنبشی را راه بیاندازن و این جنبش باعث بشه که حکومت را وادار بکنه که لااقل به اصطلاح دوران گذار را مشخص بکنه. اما دکتر آبار من چشمم به این نمیاد، یعنی به این امیدوار نیستم که حکومت فعلی یا نظام جمهوری در عرض این 40 سال ثابت کرده که با چنین منشی، با چنین فرهنگی آشنایی نداره که بتونه به اصطلاح به خواستهای مردم جواب بده، منافع ملی ما رو با به اصطلاح دنبال بکنه. در این 40 سال این کار رو نکرده و نخواهد کرد. و من با اینکه گفته شما، چون زمان ما داره تمام میشه، من فکر میکنم این آخرین ورژنی که شما دادید، یعنی مردم وقتی به خیابان‌ها بیان و حکومت رو ساقط کنن، این مهمترین نسبتشه. چون این حکومت میگه در حقیقت اقتدار گراست، میگه ما از خدا گرفتیم این قدرت رو و به کسی هم نمیدیم و تا هست این ولایت فقیه همین کار هم ادامه خواهد داشت. بنابراین فقط مردم هستن که میتونن اونها رو ساقط کنن. در صورت سپاسگزاری میکنم از شما که تشریف داشتید. من از تو خواهش میکنم که برنامه‌های بعدی هم بگذاریم، چون ما نتونستیم کاملا صحبت به اتمام برسونیم و این جلسه بعدی باز هم در این مورد با همدیگه صحبت خواهیم کرد. از شما سپاسگزارم، از بینندگان گرامی هم سپاسگزارم و به همه بدرود میگم.